حوزه کیفیت محتوا روش تعلیم محتوا هم که اصلا یه روش جداگانه ما با روش کاری نداریم ما میخوایم بریم سراغ چی سراغ این که ببینیم از این ابزار چجوری میتونم تو حوزه کریپتوکارنسی استفاده کنم ما توی دوره ای که از ابتدا با هم گذرونیم تا الان با محتوای فوق زیادی مواجه شدیم که هر کدوم از اونها میتونه یه تخصص جداگانه باشه و قرار نیست که ما تو همه اینا متخصص بشیم اصلا امکان پذیرم نیست اما میتونیم مهارتی یاد بگیریم که از خروجی این متخصص ها استفاده بکنیم من اینجا توی فایلا برای شما crypto.com research یه فایلی بود در حوزه یه من اینو ببینم میتونم بازش بکنم اگر بشه که عالیه براتون آپلود کرده بودم اینجا گذاشتم نمیدونم دوستان رفتن ببینن اصلا دوستان عزیز در خصوص کریپتو کارنسی یه گزارشی من تق... یعنی یه گزارش گذاشتم یه... بله کوین متریک بیت کوین هم دیدین من تقاضام این بود که شما اینا رو ببینید به خاطر چی اهمیتش چی بود من داشتم تاکید میکردم یه چیزای فارق از تحلیل تکنیکال تو این بازار وجود داره که اونها نکات مهمه برای معامله یعنی من حواسم باید باشه به یه سری فاکتورا که امروز با هم الان چند تا اینها به من مجموعه اینها چه اتفاقی میفته چون الان می‌خوایم این ابزارا رو با هم ببینیم هر چی شما برین جلوتا تو اینترنت هم بگردین یعنی کلی ابزار دیگه وجود داره که این ابزارها خب یه سری ابزارهای جدیدی هستن توی بازار میان یه سریش هم این حالت به ارسبری خصوصیات خوب سیستم قبلی و اضافه کردن قابلیت های جدید دارن اما اینها اولا که باز تاکید میکنم یکیش یا دو تا سه به تنهایی به درد من و شما برای معامله گری نمیخوره اگر این گزارش ها رو دیده باشین طرف اومده از چندین ابزار مختلف استفاده کرده توی یک بالاخره یک کانکلوژن این نوشته گفته که من توی این اطلاعاتی که دارم مرور میکنم به این نتیجه رسیدم که یک دو سه چهار که بخریم یا نخریم یا مثلا آیندهش خوبه یا آیندهش نه مثلا حالا رنج شده فعلا نمیخوایم ازش استفاده بکنیم یا وارد سرمایه گذاری توی این ارز بشی حالا نکته ای که من برام مهم اینجا اینه که شما الان بریم توی این سایت مثل تریدینگ ویو که آدم های خیلی قرگردن کلوفتی هم تو حوزه تحلیل, تکنی... تحلیل تکنیکال دارن کار میکنن به یه تحلیل رو باز کنیم یه تحلیل رو باز کنیم نگاه کنیم تو اون تحلیل چی میگه میگه مثلا دو تا فلش کشیده یکی بالا یکی پایین میگه اگر اینجا رو بشکنه تا اینجا میرود بالا اگر اینجا رو بشکنه تا اینجا نفوذ بکنه به این خط تا اینقدر هم میتونه ریزش و یا حتی اصلاح داشته باشه و در نظر داشته باشیم هر چقدر دانش من و شما نسبت به بازار و دریافت دیتای مورد نظرم کاملتر باشه عمیقتر باشه تصمیم گیری من تو این نقاط بهتر خواهد بود با احتمال بیشتری میتونم یکی از سناریوها رو محتملتر از بقیه ببینم و ازش استفاده کنم شاخص های احساسی که بر اساس همون ببینید احساس داره میگه یعنی چی؟ یعنی چیزی فارق از دیتا دیتای چی؟ یعنی قیمت و حجم ما تو تحلیل تکنیکال به دیتا و حجم رسیدیم گفتیم این اندیکاتور و هایی که ایجاد شده بود و حالا نمونه های متعددش رو میبینیم و قبلا هم من یه لینکی هم در اختیارتون قرار دادم که از کانال آپارات میتونید اینا رو را خیلی راحت هم استفاده کنید دانلود هم میتونید بکنید رایگان هم هست اونجا دیدیم که کلی محتوا وجود داره از اینا ما میتونیم استفاده کنیم یه تحلیل یه چیزی بدونیم بعد بریم سراغ این سایت ها. از این دیتا این آدم ها استفاده کنیم ببینیم سر این دوراهی الان داره چجوری میبینه و به اضافه اینکه شاخص های احساسی هم ازش بهره شیم شاخص های احساسی چیزی هستش که ما به راحتی در قیمت و تغییرات حجم نمیبینیم بینیم کما اینکه بعضا با یک لگ زمانی اتفاق میفته یه مقدار دیرتر و اگر من به این ابزارها مسلط باشم بهتر میتونم ازش استفاده کنم مجموعه تجربه شما تو استفاده از اینا بهتون کمک میکنه بریم سراغ یکی از این موارد مهم من این ستار فقط روخانی کنم کریپتو فیران گرید وجود داره احساسات بازار تبدیل به احساسات سرمایه گذارها میشه و بالعکس می و, و میتونه روند رو به درست بکنه اه, و خب اه, بحث بولنبریش بریش ایندکس هست ببینید زمانی که بازار گاویه بولیشه به اصطلاح میگن هر سنگی هم بخری رشد میکنه تو این گروه دیدم تعدادی از دوستان روزای اول گفتن ما توی بازار سرمایه هم فعالیت داشتیم و به هر حال تایم رو گذروندیم و حالا سود کردیم ضرر کردیم هر چی اما تو اون تایم دیدیم خیلی آدم مختلف از همه جا اومدن چرا چون شدن بورس خوبه دیگه همین اتفاق هم الان داره تو کریپتو میفته اما این بازار خیلی عمقش بیشتر از بازار بورس تهران یا بازار بورس کشورهای یه سری کشورها هستش البته بخ... مثلا حدود یک سه دهم تریلیون دلار ارزش این بازار هست و در نظر داشته باشیم که هرچی بازار عمیقتر باشه دستکاری در قیمت سختتر میشه هرچی مارکت کپ بزرگتر دستکاری سختتر و بالعکس هرچی مارکت کپ کوچیکتر این گروه پامپ و دامپی میخرن میزنن زیرش این سهمای پنی استاک اصطلاحا که مثلا سهمای کوچیک حجم مبنای کم شناوری پایین میخرن اصطلاحا کار بچه های کارگزاری کار میکنن یا بچه های سربتگردان و صندوق میگن چیکارش کردیم سهم خشکش کردیم الان میدونم دسته کیه خودم و مثلا فلان و چهار نفر دیگه و دو تا صندوق دیگه است و با هم مثلا میتونیم یک روندی رو ایجاد کنیم این اینقدر بزرگه که به این راحتی امکان پذیر نیست و بحث هماهنگی و بحث هفتر 24 بودنش و جهانی بودن این مسئله بیت کوین سنتیمنت ایندکس شامل سنجش دیدگاه سرمایه گذارها هست و از تکنیک های مثل ماشین لرنینگ استفاده کردن که بتونه توی حجم گسترده ای یک سری دیتا جمع کنه و به من به عنوان خروجی برگردونه حالا اینها هر کدوم به تفکیک همونطور که میبینید احساسات بازار تبدیل به احساس سرمایه‌گذار میشه اینا دیگه شما خودتون میتونید بخونید چیز خاصی توش نمینن الان رو وبسایت که بهتون نشون بدم همه اینو کاربردی رو وبسایت دیده خواهد شد بولندریش هم که الان تو اون صح... اه... توی سایت مربوطش میبینید و جالب براتون بگم که میاد از بین کاربرنامه بیت کوین تا کو توییتر و ردید و یه سری اطلاعات میگیره سوالی که آقای شاه محمدی پرسیده بودن از من در خصوص سایت بیت اینفو چارت این بود که اصلا توییتر به چه درد میخوره ببین میزان توییتی که داره انجام میشه و فضای کلماتی که داره مبادله میشه اهمیت زیادی داره ما به صورت شخصی و لحظه و چشمی و دستی نمیتوانیم بیایم این احساسات رو بررسی کنیم شاخص بذاریم اون این KPI رو بررسی کرده در نهایت هم نتیجه گیری کنیم اینجاست که نقش کامپیوتر و ماشین میاد وسط و این مسئله رو پررنگش میکنه برام میبینیم الان وبسایتش رو من فقط اسلایدر رو رد کنیم بریم جلو برگردیم روی محتواش روی سایت عملیاتی ببینیم نحوه استفادهش هم اینه که حالا به صفر نزدیک باشه مثلا حالات ترس تو بازار یک نزدیک باشه حالت مثلا هرس و طمعه مثلا همه حسابی میخوان بخرن و سود بکنن دیگه بازار خوب شده دیگه احتمالا شما با این مسئله با دوستاتون مواجه شدین که آقا این بیت کوین خوبه به نظرتون خیلی قیمتش بالا نیست و وقتی از من میپرسن خیلی قیمتش خیلی بالا نیست دقیقا مثلا چیا به ذهنم میاد از شما بپرسن وقتی ازتون میپرسن که به نظرت قیمت 45 هزار تای بیت کوین تو این وضعیت بالا نیست چه شاخص هایی که تو این فاصله با هم دیدیم به ذهنتون میاد برای اینکه بتونید یه جواب فنی بهش بدین آه اون پیتزای آره خیلی جالب بود این من از این زاویه آقای عقیقی عزیز بهش نگاه نکردم منظورتون پیتزای ده هزار تایی است دیگه بکنم با اون ده هزار تا امروز یه چیزی جالب دیدم زده با اون ده هزار تا الان میتونه مثلا طرف یه عدد قابل توجهی بذار نگاه بکنم سهام اون شرکته که پیتزا میفروشه رو دریافت کنه بذاری تا دوستان نمیگیسن که از چه ابزارهایی میتونن استفاده کنن که بگن قیمت بیت کوین اینجا زیاده یا کمه من اینو در بیارم خدمتتون خب بگم مشارکت میکنید لطفا تا شما دارین یادداشت میکنید که اگر کسی ازتون پرسید قیمت به نظرتون خیلی بالا نیست از چه فاکتوری که تا الان یاد گرفتید میتونید به عنوان یه جواب فنی استفاده کنید ممنون میشم یادداشت بفرمایید ده سال قبل لاز لوهانیچ که دیدیم قیافه این آقای عزیز رو دو تا پیتزا خرید از پاپا جونز با ده هزار تا بیت کوین که پرداخت کرد الان با اون ده هزار تایی که پرداخت کرده بود اون موقع میتونه 13 درصد پاپا جونز رو بخره و هر روز هم از پیتزای اونجا سفارش بده و حالش رو ببره رینبا بله رینبای به من میگه هنوز مثلا تو حالت بولیش هست نیست بقیه دوستان حال ندارن سخت ها میدونم موقع شب خیلی انرژی میخواه الیوت بله خب من کمک میکنم الباقشو ما از S2F استفاده کردیم از رینبو استفاده کردیم و مکدی به عنوان یک پترن بلند مدت آقای جوادی پور بسیار با حتی تو بازار بورس تهران هم اگه اونایی که میخوان بلند مدت تر فعالیت بکنن مکتی رو نگاه میکنن در نظر داشته باشین محدودیتی که تو بازار تهران وجود داره به خاطر حجم امضا دامن نوسانات یه مقدار تحلیل تکنیکال با مشکل مواجه میکنن اما در بازارهای بین المللی بسیار کاربردیه ای باقری من اون مخفف اف رو نفهمیدم منظورتون چیه اگر زحمت بکشین کاملش رو بنویسین ممنون میشم آ بسیار عالی فیبوناچی که اصلا سری قشنگی هست که هم اه اه توی چند تا از این ابزارها استفاده میشه و من برم جلو ماشین لرنینگ هم که توضیح دادیم اینا فقط توضیحات تا سر ایتیش برم سراغ وبسایت ها من این لینک ها رو براتون میذارم این, شا این صفحه شاخص های مربوط به فرانک گرید ایندکس هست هر سو تمه ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم نقطه ای بیایم یه چیزی رو بررسی کنیم الان سمت چپ این تصویر شما دستاپ من رو میبینید همه عالیه بسیار دوستمون آقای مهندس شفی اگر زحمت بکشین این لینک هایی که من میذارم و کپی کنید اون قسمت لینک ها که دوستان بتونن بعدا هم ازش استفاده کنن ببینید تو این فرنگریده داره به من میگه عددم چنده 92 سمت چپ بالای این عکس این خانم که کیمانا پوشیده زده 92 اکستریم گرید حالا این 92 آیا به تنهایی میتونه به من کمک کنه این خوبه یا بده نه یه نقطه است دیتا داره ولی دیتای به درد بخور برای تحلیل نیست وقتی که میام توی هیستوریکال ولیو نگاه میکنم میگم که وضعیت چجوری میگه الان 92 دیروز 92 بوده هفته پیش 84 بوده و ماه گذشته 83 بوده خب خاطرتون هست یه بازار یه اصلاح از نظر زمانی کرد یه استوپی کرد بعد یه سری ترسیدن گفتن میریزه دوباره اومدن خارج شدن نوسان گرفتن و قس الله تا الان میبینید که بازار رفته سمت هرس و تمه یعنی پول اومده توش بچه ها. پول میاد خوبیش چیه یه ذره بیت کوین بهش نگاه نکنی بیت کوینه به خاطر واحد بزرگی که داره و ارزشی هم که الان پیدا کرده خیلی ها اینجوری بهش نگاه میکنن به سرمایه گذاری میگن که ما یه واحد که نمیتونیم بخریم حتی چه قدم بهش بگی با تو میتونی ساتوشی بخری هر یه بیت کوین چه, تعداد ساتوشی بود؟ بله 100 میلیون و با توجه به قیمت 100 100 هزار و اون کای درست دیگه هزار تا میشه دیگه و با توجه به قیمت یک میلیارد و 2300 امروزش یعنی هر ساتوشی هر یه دونه ساتوشی یعنی چقدر یعنی کوچکترین اندازه بیت کوین هر یه دونه چند تومن میشه با فرض یک و